بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الحمد لله کفا و سلام علی عباده الذین اصطفا. اللهم اجعل ثأرنا علی من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا علی من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا علی من ظلمنا، اللهم انا نجعلک فی نحورهم و نعوذ بک من شرورهم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد، البته کلمه مجدد به خاطر تکرار برنامه در هر هفته است، با سلام گرم به شما، خدمت شما هموطنان عزیز در سر تا سر دنیا، خدمت شما فارس زبانان در سرزمین افغانستان و سرزمین پاکستان و سرزمین تاجیکستان و برادران ما هم که در هندوستان زندگی میکنن. الحمدلله زبان فارسی یکی از زبانان قوی و گسترده هست در سطح دنیا. یه روزی ایرانی ها و زبان فارسی در دنیا حاکمیت اسلام رو گسترش داده بودند. در هندوستان قبل از استعمار پیر انگلستان زبان رسمی مردم هندوستان که شامل بنگلاده، شامل پاکستان، شامل برمه، شامل هندوستان میشه، از شمالی جنوبی، زبان رسمیشون فارسی بود و دین رسمیشون هم دین اسلام بود. متاسفانه تغییرات پیش اومده، ولی الحمدلله هنوز ما میبینیم افرادی که میگن ما پدر مادرمون فارسی صحبت میکردن و هنوز خودشون هم فارسی بلد هستن. خب بگذاریم از این حرف بحث زبان فارسی. همینجوری که مستحضر هستید، خدمتتون در هفته قبل اعلام کردیم که انشاءالله در این هفته درباره شهادت مولانا موسی کرمپور، امام مسجد شهید شده شیخ فیض مشهد صحبت خواهیم کرد. اما قبل از اون به مسئله باید بپردازیم که از مسائل اساسی اهل سنت هست. به نوعی ما نمیتونیم مشکلات اهل سنت افغانستان، تاجیکستان، حتی پاکستان، کشورهای همسایمون عراق، ترکیه، سوریه رو از خودمون دور تصور بکنیم. همونجوری که شما مطلع هستید، همه بینندگان میدونید، در هفته گذشته تصمیم دولت در افغانستان بر این بود که شبکه کابلی هرات پخش شبکه‌های توحیدی رو قطع بکنه. حتی ظاهراً به مدت چند روز هم این شبکه‌ها قطع شد. شبکه کلمه، شبکه نور، شبکه وصال، وصال فارسی و وصال حق. چرا باید شبکه‌های توحیدی قطع بشه؟ این یک سوالیه که ذهنی بسیاری از بینندگان رو به خودش مشغول کرد. الحمدلله اعتراض علما، جوانان و مردم به اینجا انجامید که تونستن این قانون رو یا این دستور رو لغو بکنن و مسئولین شهر هرات از این دستور خودشون عقب نشینی بکنن و دوباره شبکه‌های توحیدی وصل بشه. جای سوال داره به حقیقت، چرا در شهری مثل هرات، شهری که سرزمین پارسایان، سرزمین علما، دانشمندان، زهاد هست، شهری که به نوعی جهان اسلام مدیون دانشمندانی هستند که از این سرزمین شکل گرفتن و در این سرزمین رشد کردن و در این سرزمین به دعوت اسلامی پرداختن. حالا ما قبل از اینکه بخوایم درباره این مسائل بیشتر توضیح بدیم، منتظر هستیم تا بتونه ارتباطمون با یکی از شهروندان شهر هرات برقرار بشه. حالا ببینیم دوستانمون در اتاق فرمان میتونن ارتباط ما رو با آقای رحمانی از شهر هرات برقرار کنن. اگر ارتباط ما برقرار شد، انشالله سوالاتی رو از ایشون خواهیم داشت و بعد از پاسخ این برادرمون توضیحاتی در این مورد میدیم. جای شگفتی داره، با وجود شبکه‌های متعدد در کشور عزیز افغانستان، کشور اسلامی و پاکی که در حقیقت به خاطر دعوت اسلامی، به خاطر حمایت و غیرت اسلامی سالها مبارزه کرد در برابر بریتانیای کبیر، در برابر روسیه تزاری، به عبارتی در برابر اتحاد جماهیر شوروی، بزرگترین ابرقدرت دنیا، ابرقدرتی که امریکا در جنگ سرد وحشت خودش رو همیشه در تمامی برنامه‌هاش نشون میداد. بریم حالا انشاءالله ببینیم تماس وصل شده. سلام بر شما آقای رحمانی. علیکم سلام و رحمت الله. خیلی خوشحالیم که به ما محبت کردین، در این برنامه شریک شدید با ما. شما از شهر هرات تماس گرفتیم با شما؟ بله. شما هرات تشریف دارید آقای رحمانی؟ بله اشکال نداره. خیلی خوشحالیم که این فرصت رو به ما دادید که بتونیم در خدمتتون باشیم، که در شهر علما و پارسایان هرات افغانستان برادری از برادران ما، بینندهی از بیننده های ما با ما تماس داشته باشن. اگر اجازه میدید ما چند تا سوال رو گذرا از شما بپرسیم و بیش از این وقتتون رو نگیریم.
فرصت اگر در ابتدا اجازه باشه سلامی هم داشته باشم خدمت شما مجری موفق و از طریق شبکه شما به تمام موحدین در تمام دنیا موحدین فرصت زبان که صدای شما رو میشنوند فرصت خوبی هست انشاءالله بتانم از برنامه ها استفاده بکنه یه چیزی که پخش میشه و دیده میشه مورد رضایت خداوند جل جلاله باشه. خیلی متشکرم آقای رحمانی، محبت کردید. اولین سوالی که خدمتتون دارم اینه که سیستم تلویزیونی در شهر هرات و افغانستان چگونه اداره میشه؟ سیستم تلویزیونی که شما در کل افغانستان دارن وجود داره، سیستم خصوصی هست در هرات که یک تلویزیون دولتی هست، اما متباقی همگی تلویزیون خصوصی هستن، یعنی توسط مالکینی که سرمایه گذاری کردن به شکل خصوصی تمویل شدن، سرمایه گذاری شدن و از او توسط اعلاناتی که تلویزیون ها به دست میارن یا ارتباط هایی که دارن و از اونها حمایت میشه خود میشرخانن یا اداره میکنن یا کنترل میکنن. بله، این سیستم کابلی چی هست که در این اطلاعیه اومده؟ بله، از این سیستم کابلی مجموعه تلویزیون ها از شکل آنالوگ از ماورا گرفته میشه، دوباره پس توسط کابل یا تیم به مردم توزیع میشه و مردم میتونن یک بسته کانال در خانه‌های خود بدون اینکه آنتن بالا کنن یا بدون اینکه ماهواره بالا کنن، پاپ بالا کنن یا اون پشتخواب بتونن رو به سادگی دریافت کنن، اگرچه با اپت کمتر تصویری که با وجود نیاد. آقای رحمانی، یه سوال پیش میاد، به چه علل شبکه‌های توحیدی به ویژه شبکه کلمه باید از سیستم کابلی شهر هرات قطع بشه؟ به نظر شما این علتش چی هستش؟ یه چیزی که ما فکر می‌کنم، ولی تا حال شخصا کسی نشده که از کسانی که باید قطع شبکه‌های توحیدی بودن بسن در فضای مجازی انعکاس پیدا کرد در صورت کسایی که اقدام کردن به جلوگیری از قطع از او و تداوم و پخش از او، جناب میر فاروق حسینی سخنگوی علمای غرب و علمای دیگه که باز درمیانی کردن و انعکاس که در فضای مجازی و در فضای عمومی در بین مسجد جامعه ها و مساجد اتفاق افتاد، اونا باز درمیانی کردن، صحبت هایی که کردن فکر میکنم وادار شد که شبکه دوباره بیاید، ولی علت قطع از اون کاملا مشخص است. ولی که چیزی خط داده میشه یه هست که شاید از بیرون خصوصا از طرف کشور همسایه ما ایران به علتی که چون بر نمیتابن چیزی چیزهایی که از شبکه ها پخش میشه، خصوصا به جامعه که واقعا جامعه بکره هست و چیزهایی که از شبکه های تصویری پخش میشه، من فکر میکنم او اندیشه و فکر که رسول خدا در نظر داشت رو بیدار میکنه و دین کلن بر اساس فکر و اندیشه میشه هست. همونجا که در آیات قرآن ما شما بینیم که کلن خداوند به انسان ها خطاب میکنه، میگه افلا تعقلون، افلا تدبرون، افلا تفکرون. او چیزی که ما در طول این سال ها در گذشته ها دیدیم داشتیم همین تعطیل کردن فکر و عقل و اندیشه مردم است که قرآن رو هدف قرار میده برای بیداری، ولی امروز کسایی میان برای خاموشی او منطقه هدف قرار میدن، انسان ها رو مقلد تربیه میکنن، فکر و اندیشه رو از انسان ها میگیرن و این میتونه اونها رو بیشتر تحت استثمار و استعمار قرار بده انسان ها رو. فکر میکنم دقیقا این چیزی هست که ما روی این چیز ایر داشتیم علت قطع شبکه های تکیری، ولی در روزهای آینده مشخص خواهد شد بیشتر که چی چیز علت از این. خیلی متشکر. آقای رحمانی به نکته عجیبی اشاره کردی، سوالی اینجا پیش میاد، سوال هم اینه که این شبکه های توحیدی رو در ایران به نام شبکه های معاند اسلامی مینامند، آیا نظر مردم شریف افغانستان و مردم مسلمان افغانستان هم این چنینه؟ به ویژه شبکه کلمه رو شبکه معاند اسلام میبینن یا نه؟ ببینید، من خاطره بسیار عجیبی با شما صحبت بکنم، یک خاطره بسیار عجیبی، یک دایی داشتم، ماما میگیم، یک از غریه جاسو هستم تلویزیون مشاهده نمیکرد. بله. به نظر از انها ما رفتیم با او صحبت کردیم که چی شبکه های خود اتو بعد اینا ببینیم، ببینید اونها نستم تلویزیون نمیبینم. خب ما این آورد خانه شبکه ها بنوشون دادیم، بعد این رفت یک دیش با محوره گرفت نست کرد،
و حال حتی بین غریه خود به نام کسی که به نام ماما ماهواره یا ماما اسلام معروف هست، یعنی حال اصلا مثل از روز پر مثل از روز مثل از وقت پر او میره به دیدن شبکه های توحیدی و حتی میای سر کوچه کسانی که میبینه میشنه و اعمال که میبینه توسط یک چیزی که از شبکه ها شنیده دیده مشاهده کرده انتقال میده به افراد مغول خود. شبکه های معاند و ضد دین او شبکه که من فکر میکنم که چیزی که خلاف رسول خدا گفته خلاف این چیزی که رسول خدا آورده و قرآن گفته، ما اگر چیزی ببینیم در این شبکه که خلاف قرآن و خلاف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه نشر بشه عملا ما از پشتیبانی نمیکنه، ولی اون چیزی که ما تا حال شنیدیم و دیدیم از این شبکه همگی بر موافق با چیزی که از در قرآن هست و چیزی که در احادیث رسول خدا هست، در که اقوال ائمه هست عملا تأکید بر اونها هست و ما واقعا تأیید میکنیم. امی حال در بسیاری از قریه ها و قصبات در جاهایی که اصلا برق وجود نداره مردم سولر میگیرن به خود باتری میگیرن و میانگین مشاهده و پشتیبانی و یا دیدن شبکه های توحیدی میانگین رو بالاترین حتی یعنی در صدر پیش همتون داستان تعریف میکنن، میگن که اگر میخوای شبکه ببینی، اگر میخوای وقت بگذارن، اگر میخوای دانشگاه شرکت بکنی شبکه ها رو ببین، به هم تعریف میکنن، به هم تلقیه میکنن، به هم کسایی به محصد و کسایی امتحان هم بله. خیلی متشکر، اشاره خوبی کردید. سوالی مطرح میشه، شما اعلام کردید که علما و مردم در بخش شبکه‌های مجازی در مساجد، در خیابان‌ها، مراکز فرهنگی نسبت به این توقیف شبکه کلمه و شبکه‌های توحیدی اعتراض کردند. میتونید بیشتر توضیح بدید این اعتراضات چگونه بود؟ خب همونطور که شاید در ابتدا هم گفته شد که صرفا به محض قطع شبکه های توحیدی از روی کیبل که ما بسته تلویزیونی هست یا بسته کانال ها هست که فقط تنها صرف تلویزیون انتقال پیدا میکنه با خانه ها، مردم در فضای مجازی در داخل فیسبوک و تلفن برادرمون قطع شد، اگر وصل شد دوباره ما رو در جریان بذارید. اشاره خوبی کرده این برادرمون. پس اون چه رو که دشمنان اسلام و دشمنان شبکه‌های توحیدی مطرح می‌کنن به نام اینکه این شبکه‌ها شبکه‌های معاند اسلام، یعنی دشمن اسلام، یعنی شبکه‌های کفر، ببینید مردم این چنین نمی‌بینن، این چنین تصور ندارن. جالب اینه که شبکه‌هایی رو که عملاً فسق و فجور و فساد و فرهنگ ناصحیح رو دارن انتقال میدن، اینها آزاد هستن، تبلیغ میشن و حمایت مالی میشن، اما شبکه های توحیدی باید مورد حمله باشن. الحمدلله برادرمون اشاره خوبی کرد. اگه تلفن وصل شد بی زحمت من منتظر تلفن آقای رحمانی هستم. ولی نکته جالبی اینجاست که مردم بیدارند، مردم افغانستان، مردم تاجیکستان، مردم ایران. امروز اگه فرصت شد چند تا نامه رو براتون خواهم خوند از نامه هایی که بیننده ها فرستادن. این بیداری مردم سبب عقب نشینی خواهد شد. ببخشید آقای رحمانی قطع شد برای لحظاتی تلفن، در خدمتتون هستم، می‌فرمودید. همونطوری که از ابتدا گفتیم اعتراضات در فضای مجازی دقیقاً شکل عملی می‌گیرید، در این در بستر این بود که به شکل عملی عرکت بکنن مردم، اقدام مسالمت آمیز داشته باشن، ولی دیدیم که شبکه‌ها دوباره برگشت و مردم اعتراض صورت نگیرید و در بستر این شکلگیری اعتراضات علمای بودند و مساجد قول عزیز داده بودند که راجع به این موضوع صحبت بکنند و از حیثیت و از مقام این شبکه ها که واقعا نقش بسیار خوب داشتند در به اعتدال کشیدن جامعه، به عقلانی کردن جامعه و به اینکه مردم به راهی که خداوند و رسول خدا دعوت کرده بود میکشندن از این دفاع بکنن که یک نعمت بزرگیه که ما باید از او پشتیبانی استقبال و دربار الله شکران داشته باشیم. اشاره خوبی کردید آقای رحمانی. در ضمن صحبتهاتون هم در ابتدا اعلام کردید که به ویژه ایران نسبت به این شبکه ها حساس است و مایل نیست مردم گوش بکنن این برنامه ها رو.
این سوال پیش میاد، آیا واقعا دولت‌های بیگانه در افغانستان در مورد این تصمیم گیری دخیل هستن یا نه، به ویژه دولت ایران؟ یعنی میخوام بگم این حس رو مردم کردن که دولت ایران در شهر هرات خواسته دخالت بکنه در امور مذهبی مردم؟ با کمال اطمینان میتوان گفت که احتمال از این وجود داره و هست که ایران نقش بسیار عمده‌ای داشته باشه در اینکه مردم از این چیزی که او بر پایه از این حیث میکنه یا یک عقیده از این سوال میاره یا اون چیزی که او باور داره یا مقدسات که به خود ساخته در خلاف اون چیزی که عقیده از اصلا نده او میخوای از بین ببره، نمیخوای او رشد کنه. دقیقا شما وقتی به اینکه سریال مختارنامه از شبکه تمدن به سادگی عموم افغانستان پخش میشه، بله هیچ کس اعتراض بکنه، در حالی که در او سریال عملا به صحابه پیامبر توهین میشه، عملا به چیزی که ما احناف اهل سنت و جماعت به عقیده داره که افضل الناس بعد رسول الله ابوبکر ثم عمر بعد از تمام صحابه رو گفته من حدیث صحیح من صد به صحابتی فعلی رحمت الله و ملائکت و الناس اجمعین. شما بیم عملا این شبکه های ما با این فضای دموکراسی و آزادی بیانه که به وجود آمده ببینیم پخش میشه، ولی وجود این شبکه ها بر نمیتابند به نحوه از انها میخوان قطع بکنن یا تأثیر بگذارن بر قطع از او. من فکر میکنم که این خط روی آب کشیدن، اگر مردم از کیول رو نبینن ماهواره میخنن، اگر ماهواره که فکر نکنم به اونجا دست پیدا بکنن، اگر به اونجا پرازی پخش کنم و مطمئن روی ستلای که دیگه خداوند این برابر خواهد کرد که پخش بشه و مردم کمک خواهند کرد و آیه قرآن که نگه میخوان نور خداوند در خاموش بتن و خداوند نور خود روشن نگذاره. اشاره دقیقی کردید آقای رحمانی. به عنوان آخرین سوال که خدمتتون عرض میکنم اینه که شما فرمودید که متاسفانه سریال سراسر کفر و تحریک و اهانت رو که در فیلم مختارنامه هست در یکی از شبکه های افغانستان داره پخش میشه و اعتراضی نمیشه. حالا در کنار این شبکه ها شبکه هایی هستن که تهاجم فرهنگی و به نوعی ما بگیم روسپیگری و اخلاق و رفتار زشت رو دارن در مردم پاک و مسلمان افغانستان رواج میدن. به نظر شما نقش بیگانگان به ویژه ایران در پشت این شبکه ها چیه؟ شایعاتی مبنی بر این هست که حتی شبکه های الهادی افغانستان رو، شبکه های علمانی افغانستان رو ایران داره حمایت میکنه. شما اینو چجوری ارزیابی میکنید؟ شما ببینید وقتی که امپراتوری عثمانی سقوط داده شد توسط انگلستان و چند کشور دیگه، با اونها کی هم دست بود؟ چیز واضح هست وقتی که شما میبینید که در 20 سال پیش، 15 سال پیش، 10 سال پیش وقتی ما اختطاف نداشتیم، جزئی کمتر بود داخل جامعه ما، ما در داخل جامعه خود طلاق کمتر داشتیم، تمام اینها توسط رسانه ها به جامعه‌ای که از نگاه ذهنی و از نگاه فکری دست نخورده بودن توسط امیر رسانه ها انتقال داده شدن. شما امروز طلاق توسط سریال های ایرانی اگرچه او جنبه ها دیگه نمیگن سیستم جنبه طلاق هست توسط سریال های ایرانی، فیلم های ایرانی به جامعه ما منتقل شد، دزدی توسط بعض سریال های هندی، نحوه اختطاف توسط بعض سریال های ترکی و هندی و مردم ما آموزش داده شد و اولا به سطح جامعه ما پیاده میشه، از جمله فحاشی و دیگه خدمت شما تمام این چیزها توسط همین سریال ها و همین رسانه ها به شکل رجام گوتیخته به جامعه ما تزریق شد، بلند برزهان جامعه به شکل ناخودآگاه روزی از زندگی اینا شده. دین خود یعنی روش زندگی. اگر من میام بند کفش خون ببندم از دست راست شروع میکنم بسم الله میکنم واقعا به دین دارم، اگر میام من دست چپ شروع میکنم من او برخلاف اون چیزی که رسول خدا به من دقیقا اون دین میشده. حالا من نحوه حرکات روزانه من اون چیزی که در رسول خدا به من نیست من در تکزه که شهروند ما مجموعه، بله رساله ها رسالت بزرگتر از این دارم که بیان اون چیزی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفته به شکل درست از به ما شبکه های داریم در هرات، شبکه رادیو قرآن کریم، شبکه اصلاح، شبکه های دیگه دینی هست که واقعا میان به مردم اون چیزی که در خور هست در مردم لیاقت از این دارم و روز قیامت الله جل جلاله راضی خواهد شد از اون چیزی که این شبکه ها پخش میکنن.
مردم پیروی میشن. ولی عملا ما این چیزی که شما دقیقا اشاره کردن چیزهای بد و خلاف دین ما از شبکه هایی میبینیم که خیلی پول دارن، حمایه میشن، سرمایه دارن، ولی شبکه هایی که دینی هستن اینا حمایه هستن نمیشن، کمتر مورد توجه قرار میگیرن، حتی کارشکنی های مقابل از اینا صورت میگیر. این خاصیت دین و خدا هست. رسانه هم هستن یه عمال وقتی که رسانه کلمه و نور و دیگه شبکه ها اینا جز توسط کسایی به نام رسانه های ضد دین معرفی بشه، پس دین چی هست؟ دین چی تعریف بدن؟ آیا دین یه چیزی تعریف میشه که مقدسات دست ساخته که ما با دست خود ساختیم درست کردن، یا یه چیزی که در قرآن و حدیث وجود داره، یا چیزی که رسول خدا بر او تاکید کرده، یا چیزی که رسول خدا در طول زندگی با برای انسان ها به خاطر از این حتی مورد عطاب از حضرت عبدالله ابن مکتوم داستان رو شده دیدیم از پیش کار نمیتونست بکنن. پس ما به این نتیجه میرسیم که بخشی از رسانه ها، بیشتر رسانه ها بخش عظیم از مردم به یک طرف میبرن، بخش عظیم از مردم دیگر به دیگر طرف میبرن، به این به شکل ناخودآگاه به آینده ها هم از ما جامعی چندین خواهد داشت که دولت باید توجه جدی به یرسه بکنه و چیزی که واقعا نام اسلامی رو بر خود گذاشته. بیایی ببینید که خودم رسانه هایی که ما داره موافق با اسلام هست یا اسمان قدرت نمیم، خدا خوب بازی نمیم کنه، خدا بازی میکنه، خدا اولا همگی ما رو میبینه، مشاهده میکنه، بر دلهای ما آگاه هست، در قلبهای ما همه بین دو پنجه بلاتهی تازن، خیلی مشهر باید سیستم. آقای رحمانی، با توجه به اینکه وقت ما محدود دوست نداریم بیش از این مزاحمتون بشیم، به عنوان آخرین سخن میخوام اگر پیامی برای شبکه‌های توحیدی به ویژه شبکه کلمه و مردم شریف ایران، افغانستان، تاجیکستان و تمام فارس زبانان دنیا دارید بفرمایید. خب تمام اون چیزی که مثبت هست، خوب هست، نیک هست، در راه دین هست، او ماندگار، او انرژی مثبت تولید میکنه، او تأثیر مثبت داره بر روح، بر روان، بر اندیشه تمام انسان ها، حتی جنیات. شیاطین فرار میکنن، انسان ها جمع میشن، انسان ها خوب میشن، او چیزی که خوبه خوب پخش میکنه، خوب دیده میشن. من فکر میکنم رسول خدا در این چیز از همه چیز، از همه کس پیش بودن، پیش فراول بودن، همین بدون هر روز پیشرفت میکردن. به احدی از انسان هایی که دور پیش خود بودن فکر بد نمیکردن، بدخواهی نمیکردن، اندیشه بد نداشتن، به سطح صحابی از آن سطح تربیه از شده بودن. اما ای که اگر کسی یک لحظه کتای داشت، این جز خطایی که انسان ما میگیم انسان ها باید راه ها مقابل اینو گذاشته بشه، بعد بیان راه ها سبک سنگین بکنن تا راه خود با جواره خود، با احساسات خود، با عواطف خود درک کنن، با قناعت رو راه برن. یکی به شکل ای که کسی بزرگ یک راهی میبینه، من فکر میکنم اگر ما شبکه کلمه، شبکه های توحیدی امروز اقدام میکنن به اون چیزی که ما کوشش میکنن، به اون چیزی که موافق با خدا و موافق با قرآن خدا باشه، به حدیث رسول الله، مردم انتقال پیدا بکنن، این اون چیزی که من فکر میکنم خداوند راضی هست انشاءالله. خداوند مشاهده میکنه، خدا میبینه، لا تأخذ سنتون ولا نوم به اون موافق سماوات حال، هیچ وقت خواب نمیره، سینکی هم نمیزنه، میبینه، مشاهده میکنه، یادداشت میکنه، الله ولی فرصت داره. بزرگترین نیروی که با ما داده به نیروی اختیار هست. اگر ما با اختیار خود سر یک راه مسیر سخت را انتخاب بکنیم و او با جدیت دنبال میکنیم، باز هم الله هست که در قیامت، ولی در مقابل ما او امتیاز نمیبینه، ممکنه مشاهده کنه، ممکنه سختی حال ببینه، این خواست خدا هست، این خواست الله هست. و از این دیگاه دست تمامی شما استادان عزیز میبوسم. این مشکلات شاید وجود داره، شاید از این مشکلات سختتر پیرامون این شبکه ها وجود داره، حرف ها وجود داره، ولی اون چیزی که مهم است امو یاری و همراهی الله جل جلاله با این شبکه ها، امو عقیده توحیدی است که بر اساس عقیده است که تمام اعمال ما و شما محاسبه میشه، میچرخه و ارزش داره. اگر من در طول زندگی یک نماز خوب یک انسان انجام بده، بهتر از اینه که در طول 60 سال 70 سال عمر خود تمام نمازهای بدون باقی دی خراب انجام بده. پس بفهمید نقش عقیده چقدر مهمه، چقدر تاکید شده در طول چند سال دعوت پیامبر در مکه مکرمه، از احکام هیچ نیامد، هر چی بود بر روی عقیده بود، بستر پذیرش احکام عقیده بود. پس ما هر چه صحبت کنیم بس به این نکته میرسیم که الله جل جلاله صفات کمال الله جل جلاله یا همو صفات کامله الله
به پیشگاه از او وسیله قرار میده که بزرگترین وسیله است، سماعت کننده ترین وسیله است. علیه الله به کافی نست و خداوند های برای بنده خود کافی نیست. وسیله که ما کفایت میکنه صفات الله است. خدای به رحمت خود، خدای به بزرگی خود، خدای به جلال خود، خدای به عظمت خود ما رو مورد عفو بخشش خود قرار بده. طبقای زویدی هر روز مؤثرتر، مستند کمتر، استوارتر بر راه را ثابت قدم بدار و تمام طرزه هایی که شیاطین و جنیات و کسانی که میخواهند انسان ها از راه صدور کنند و پردار از روی چشمان رو بردار و حقیقت از زیر یک در کوه و خروارها فساد و فحشا حقیقت ما ببینیم تا یک روز نامد سالها و سالها که هیچ تمامی نداره نفس زین در اتش زیده خیلی خوشحال شدم. ما هم از این راه دور دستبوس تمام شما برادران و بینندگان محترم هستیم. در پناه خدا باشید. بله، خیلی سپاسگزاریم از این برادر افغانمون از شهر هرات. الحمدلله صحبت های این برادر رو شنیدید، درد دل هاش رو شنیدید و اینکه از طرفی تأثیر توحید در این شبکه های توحیدی در بین مردم و اینکه چقدر تونسته اثر بذاره، این خودش یکی از همون چیزهاییه که معمولاً مخالفان اسلام و دشمنان اسلام حقیقی رو آشفته میکنه و خوابشون رو به هم میزنه و دست و پا خواهند کرد تا بتونن جلوی برنامه دین رو بگیرن. مخصوصاً موردی که در مورد حمایت این شبکه های مستهجن و شبکه هایی که در واقع میخوان تهاجم فرهنگی غیر صحیح رو به مردم ما انتقال بدن، میگن آقا ما میخواییم از غرب و الگوهای پیشرفته نمونه برداری بکنیم، اما از بیبندوباری و فساد و تباهی غرب این الگو برداری ها میشه، نه از علم و تمدن و فرهنگ که غرب داره با اون زندگی میکنه و روز به روز پیشرفته تر میشه. امیدواریم انشالله این مشکلات حل بشه. همینجوری که این برادرمون آقای رحمانی از شهر شریف هرات این مطالب رو بیان کردن، برادر دیگه ای افغانی داریم که مطالبی رو برای ما فرستاده. البته من نمیتونم الان همه این نامه ها رو بخونم. اون هم ایشون اشاره میکنه که متاسفانه در این دوران جهاد افغانستان بسیاری از نیروهای مخلص، فعال، دانشمند، مجاهد در درگیری با دولت اتحاد جماهیر شوروی به شهادت رسیدن یا در درگیری های داخلی بین مجاهدین به قتل رسیدن یا کشته شدن به عناوین متفاوت و حتی بعد از حضور نیروهای اشغالگر در افغانستان بیشتر این نیروها یا به هجرت رفتن یا به شهادت رسیدن و مشکلات دیگه، تا جایی که حتی نویسندگانی اگر خواستن مطالبی رو در افغانستان مطرح بکنن درباره حقیقت دین، درباره آزادی و عزت مردم افغانستان، اینها یا زندان شدن یا کشته شدن. حتی نمونه ای رو برادرمون نقل کرده که روی یک نویسنده رو با اسید زخمی کردن و ایشون رو بهش آسیب زدن. مواردی رو این برادرمون نقل کرده در مورد شهر هرات که من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ایجاد شهرک های شیعه نشین، نه به این معنا که ما خدایی نکرده بخوایم بین شیعه و سنی در افغانستان اختلاف ایجاد کنیم، اما ایجاد تغییر جمعیت در مناطقی که وجود داره، اون چیزی که شما در ایران هرگز مشاهده نکردید. امروز شما اگر در مناطق شیعه نشین عربستان سعودی برید یا بحرین برید، میبینید حتی عراق تمام ساکنان سنی رو به عناوین مختلف از اون منطقه کوچ دادن. اما ببینید اهل سنت ایران چگونه شیعیان رو از سرتاسر ایران، در استان سیستان، بلوچستان، در استان کردستان، در استان هرمزگان، در قسمت فارس، در استان خراسان، در استان گلستان، در قسم استان گیلان، مناطق توالج، هشبر، چگونه اهل تشیع و هموطنان خودشون رو در آغوش خودشون جا دادن، تا جایی که حتی اینها فرصت‌های شغلی و فرصت‌های اقتصادی رو از اینها گرفتن. اما در کنارش ببینید در سایر مناطق دنیا چه اتفاقی میفته. جنگی رو که امروز شما در یمن شاهدش هستید نتیجه همین مسائل هست. در شهر هراتمون این برادر اشاره میکنه که سرزمین‌های قسمت غربی رو از منطقه غیبتان تا پل هاشمی تا سمت شمال خیابان هرات غوریان همینجوری آورده، همه توسط عوامل ایرانی‌ها خریداری شده، شهرک‌هایی ساختن و سعی میکنن تا میتونن در بازار هرات، در اقتصاد هرات نقش داشته باشن و مواردی رو که اصلا نقل کرده که من قبلا هم تو برنامه‌ام گفتم، البته مربوط به حقوق اهل سنت ایران نیست، اما خب ما زبانمون زبان فارسی، طبیعتاً سایر شهروندان، سایر هموطنان، سایر همسایگان عزیز ما هم از این صحبت‌ها بهره مند خواهند شد. این درد دل یک شهروند افغانی ما هست، یه همزبان ماست که ذکر میکنه که چه اتفاقاتی در اینجا رخ داده، حتی حمایت ایران از شبکه ها، حتی فروش لباس ها، غذاهایی که با نام هنرپیشه ها و خواننده ها
و ستاره های هالیوود و ترکیه در این فیلم های مستعجن داره در شهر هرات به فروش میرسه، اشاره به این میکنه که چه مثلا مصیبتی هست. شما میگید مساجدتون در ایران به شهادت رسیده، میگه حتی در بازسازی شهر هرات وقتی که به کنسولگری ایران رسیدن اجازه ندادن که تغییری در اون زمین ایجاد بشه و موارد دیگه رو نقل میکنه. میگه هر نفر که از ما میخواد بره مثلا در ایران کار کنه، کنسولگری یک پولی به عنوان ودیعه ازش میگیره، بعد که بر میگرده این پولو نمیده. اشاره به فاقعی کرد که به درگیری و کشتار انجامی در هرات افغانستان که میگه متاسفانه خیلی از اینها هنوز در زندان هستن. موردی رو نقل کرده خیلی عجیب، میگه چند روز قبل 13 نفر از فامیل های ما که در کرمان بودن از نزدیکی پاسگاهی توسط افراد ناشناس، میگه اینها روبوده شدن، نزدیک پاسگاه هم بودن. بعد از چند روز که اینها شکنجه شدن از هر کدومشون 3,500,000 تومان خواستن، شماره حساب دادن، گفتن آقا بذار هر نفر 3,500,000 تومان بریزید تا ما اینها رو آزاد بکنیم. به فامیلایی که در تهران داشتن در جاهای دیگه اشاره کرده از مشکلات کارگران افغانی در ایران و مسائل دیگه. یه گله هم از ما کرده این بیننده افغانی ما، گفته چرا شما به حزب شیطان میگید حزب الله، چرا به این جمهوری شیطانی میگید جمهوری اسلامی؟ نیا کنید، مشکل در الفاظ و کلمات نیست، شاید حق با شما باشه، اما متاسفانه کاک احمد مفتیزاده خدا رحمت کنه ایشون رو اشاره به مطلبی میکنه به نام دزدان فرهنگی، دزدانی که میان کلمات صحیح رو میدزدن و با اون کلمات مردم رو فریب میدن. ما هم چاره ای نداریم، ما نمیتونیم برای اتحاد جماهیر شوروی در گذشته که از هم پاشید اسم دیگه ای بگیم. خداوند هم میبینید فرعون رو که ستمگرین حاکم هست با همون کلمه فرعون یا پادشاه اسم میبره. حالا برخی از دوستان حق دارن، حالا هر کسی اختیار خودشو داره، ولی من به شما حق میدم به خاطر این ناراحتی که دارید انشالله این دزدان فرهنگی یا به خودشون بیان یا خداوند همونجور که خودش میدونه با اینها برخورد بکنه. برادری از شهر جوانرود مطلبی رو برای ما فرستاده، این که میگه شدت پارازیت در شهر ما به چند برابر رسیده، گفته حداقل 2 برابر هست، البته گفته 4 روزی این پارازیت ها قطع شده، اما خواستم شما میگه در این مورد در شبکتون صحبت کنید. من به دوستان هم گفتم انشالله باید ویژه برنامه‌ای درباره عوارض پارازیت و تأثیرات اون بر روی مردم ایران که متاسفانه عامل افزایش نازایی، عقیم شدن مردها، از اون طرف مورد گسترش سرطان و یک سری بیماری های روانی و افسردگی داره. اینها میخوان به نام این که فقط بتونن جلوی شبکه های توحیدی رو بگیرن پارازیت ایجاد میکنن، که این پارازیت های شدید در دراز مدت میتونه آسیب های فراوانی رو به دنبال داشته باشه. هیچ وقت یادم نمیاد که یکی از فرماندهان نیروی هوایی ایران میگفت ما از این سیستم های پارازیت معمولا 1 ساعت قبل از حملاتمون به کشور مهاجممون، مثلا که عراق مد نظرش بود، میگفت استفاده میکردیم، اون هم به مدت 1 ساعت 1 ساعت و ربع، که این تور پارازیت رو پخش میکردیم و میدونستیم عوارضش چیه، چون زمان جنگی بود و مدت هم کوتاه بود، این طبق همون قوانینی که در جنگ وجود داره ازش استفاده میشد. متاسفانه داره در این کشور این اتفاق میفته. خلاص این برادرمون تشکر کرده از شبکه‌های توییدی، از شبکه کلمه هم، حالا خوب سر جای خودش بمونه. مطلبی دیگه ای رو برادر دیگه ای نوشته، اشاره کرده به این که متاسفانه علمای ما فریب نخورن. در ایران مواردی داره پیش میاد، دارن این علما رو، بعضی ها رو فریب میدن، بعضی ها رو دارن میخرن، بعضی ها رو تهدید میکنن، بعضی ها رو تطمیع میکنن، به عناوین مختلف از اینها گفته بخواید براشون دعا کنید، در شبکتون اعلام کنید که اولا عمر دنیا کوتاهه، ثانیا مردم آگاه هستن، ثالثا با جمع خیلی آزادی خواهان و مردم مسلمان ایران و موحدان و اهل سنت همراه بشن که فردا دیره. خب گفتم دیگه، تشکر این برادر دیگه مون هم تشکر کرده. یک چیز خیلی جالبی نوشته این برادرمون که من در فیسبوک هم گذاشتم، میگه اونها میخوان با فوت کردن نور خدا رو خاموش کنن، هرگز این رو به این آرزو نخواهند رسید و خداوند اینها رو به جهنم خواهد برد. البته ما امیدواریم خداوند توبه رو نصیب همه بکنه، نصیب ما هم بکنه و همه انشالله از آتش و ذلتبار جهنم نجات پیدا کنیم. ایشون مطلب عجیبی نوشته، گفته من هم در اصل کور بودم، گمراه بودم، که به خواست خدا و خواندن قرآن و تسلیم آیات اون و راهنمایی های حالا نوشته جناب عالی و دیگر استادان در شبکه کلمه نور وصال حق هدایت شدم و نجات پیدا کردم. این هم بشارتی گفتم بدم، چون یکی از دوستان میگه آقا شما همیشه خبرای بد رو میخونید یا خبرای بد رو میذارید مثلا تو این صفحات اجتماعی. نه، خبرات خوبم الحمدلله هست و این همین که توحید داره رشد میکنه و روز به روز داره
ستبتر و قویتر میشین خودش خبر خوش هست و از این ناامید نشید. مطلب دیگه رو برادرمون نوشته، گفته من به شما و سایر مجاهدین فرهنگی براتون تقاضا آرزوی خیر میکنم و امیدوارم بیشتر بتونید تلاش بکنید و توفیق داشته باشید. ما هم از خدا این رو میخواییم که انشالله این کار رو خداوند توفیق بده. اما جدا از این نامه ها، حالا زیاد هست، من فقط چند نمونه رو اشاره کردم که برادران خواسته بودن بالاخره ما در جریان قرار بگیریم. بحث برمیگرده به بعضی، گفتم که قرار ما اینه که گاهی سخنرانی های نماز جمعه مواردی رو در سطح اهل سنت ایران مطرح میشه بیان بکنیم، هرچند که بیان همش نیاز حداقل به یکی دو برنامه داره. تکه های کوتاهی رو مطرح میکنم. مولانا گرگیش در آزاد شهر ایشون طبق معمول با سخنرانی هایی داشتن در این ارتباط و خواستن که بالاخره دولت در مورد حقوق اهل سنت توجه بیشتری بکنه. از نخبگان و اندیشمندان اهل سنت خواستن که در مورد این منشوری که حجت الاسلام روحانی میخواد تنظیم کنه به عنوان حقوق اقوام و مذاهب همکاری کنن، تلاش بکنن و در جهت رفع و ابیابی اون حق تلاش خودشون رو داشته باشن. ایشون خواسته گفته باید حقوق شهروندی همه قومیت ها و مذاهب به صورت عادلانه در این منشور رعایت بشه. یعنی نیا کنید مردم رو دیگه نمیشه فریب داد. امروز حتی کسی که گفتم سواد هم نداره متوجه این مطلب هست. حالا مولانا گرگیچ وقتی داره این سخنرانی رو مطرح میکنه، بدونید تمام اهل سنت ایران بدون استثناء این مطلب رو میدونن. بعد حقوق واقعا رعایت بشه. میگه هیچ شخصی نباید به خاطر مذهب و عقیده خیش تحت پیگرد قانونی قرار بگیره. میگه بعد من از بند نخبگان میخوام، دیگران میخوام که در این زمینه همراه بشن. مطلبی رو مولانا گرگیچ اشاره میکنه که خیلی عجیبه. من قبلا هم تو برنامه های اولی هم گفتم از بلوچستان برادرانی نامه نوشته بودن، تماس گرفته بودن و گلایه کرده بودن و این رو ما خودمون سالها دیده بودیم. در کردستان هم دوستان این موارد رو ابراز کردن و در خراسان هم حتی ما موارد رو شنیدیم. موضوع بر این اساسه. ایشون میگه شخصی که دارای شناسنامه و کارت ملی است و ایرانی بودنش برای همه مشخص، همه میدونه آقا این ایرانیه دیگه، سالها زندگی کرده، خودش پدرانش اینا، نباید از خدمت به این مردم محروم بشه، نباید این تفتیش عقاید بشه، نباید مورد تهدید قرار بگیره. میگه ولی ما متاسفانه میبینیم افرادی میان اینا رو تهدید میکنن، شناسنامه هاشون رو باطل میکنن یا به فرزندان اینها شناسنامه نمیدن و میگن به نظر ما شما ایرانی نیستید، از این کشور باید برید و چنین تهدیدها و اذیت و آزارهایی. در حالی که من خدمتتون عرض کردم بسیاری از سران در جمهوری اسلامی اصلا رگ و ریشه ایرانی ندارن. از آیت الله خمینی بگیرید که برادر ایشون آیت الله هندی همون پسندیده میگه که ما از هندوستان اومدیم. همینجوری آیت الله خامنه ای رو بگیرید که میبینید یه رگ عراقی داره، ایشون رگ دیگه هم در واقع از سرزمین دیگری هست. و آقای جلال الدین فارسی، آقایون شاهرودی، آقایون لاریجانی، هر کدوم از اینها اصالت ایرانی ندارن. اینهایی که ایرانی نیستن در این سرزمین به عنوان ایرانی شناخته میشن. ببینید افغانی های شیعه مذهب رو میفرستن به سوریه برای قتل عام مردم مسلمان شام. امروز در یک سایتی من خوندم که 10 نفر از جنازه های این افغانی های مهاجر بیچاره که اهل تشیع هستن رو که در سوریه کشته شدن در تهران تشییع جنازه کردن و خانواده هاشون اونجا بودند و اینجور مسائل. شما میایید دیگران رو ایرانی تصور میکنید و ایرانی ها رو غیر ایرانی یا اهل سنت رو غیر ایرانی. این ظلم فاحشیه که نمیشه ازش گذشت. دوباره من این تکرار میکنم، همیشه سعی کنید که نگذارید صبر مردم به پایان برسه. مورد عجیبی دیگه ای که نقل شده، من میخواستم در مورد مولانا موسی کرمپور صحبت بکنم این هفته، متاسفانه ظاهرا شاید وقتمون نرسه. مطلب دیگه هست، خواهری به نام افسانه بایزید که دانشجوی دانشگاه پیام نور هست، ایشون ساکن شهرستان بوکان است و با برادرش 2 هفته پیش توسط مامورین اطلاعات از خونه دستگیر شدن و وسایل شخصیشون، کامپیوتر و تمام اون یادداشت‌هاشون و کتاب‌هاشون مصادره شده. تا این لحظه اطلاع دادن خانواده‌شون هیچ خبری از این خواهر و برادر ندارن و وقتی به وزارت اطلاعات هم مراجعه کردن گفتن آقا ما دستگیر نکردیم. متاسفانه این جزء مواردی هست که اینها نه تنها اهل سنت و مورد اذیت آزار قرار میدن، بلکه تحت یک فشار روانی شدید هم قرار میدن که خب خداوند انشالله همه را از این فشارها نجات بده. این یک حقیقت، هر کسی دستش میرسه باید به این مسئولین اعتراض بکنه. انتظار ما از جوامع حقوق بشری، جوامع وکلای حقوق بشری اینه که این موارد رو مکتوباً و کتباً اشاره بکنن به اونجاهایی که باید اشاره بشه تا اینکه این فشارها کم بشه. البته الان این فشارها به سایر اقشار ایران هم متاسفانه رسیده. مطلب دیگه‌ای که اینجا نقل شده در مورد امام جماعت مسجد روستای سراب، آقای هیمن بانه‌ای. خب ایشون مطلبی رو در
چند هفته پیش مطرح کرد، مبنی بر این که آقا هزاران جلد قرآن پاره شده و اینها به عنوان پوشال میوه قرار داده شده تو جعبه‌های میوه و ارسال شده به عراق. خب ایشون اعتراض کرد آقا این توهین به قرآنه، در صورتی که میبینیم ایشون هنوز در تبعید هست و مشکلاتی رو مردم در این مورد دارن، اعتراض کردن و این روستا 150 نفر خانوار داره، از توابع بوکان هست. متاسفانه این عالم در حصر خانگی و تبعید قرار گرفته، مردم بدون عالم موندن و این اعتراض مردم همچنان پابرجا هست که ما امیدواریم که بالاخره مأمورین و مسئولین اطلاعات توجه بکنن. جالب اینه که حتی ایشون سایتی داشته، وبسایتی داشته این استاد و این مولانا و امام موسی، سایت ایشون رو هم اطلاعات هک کرده و از دسترس خارج کرده. این یکی دیگه از مشکلات هست. مولانا عبدالحمید در زاهدان امام جمعه مسجد مکی به عبارتی رهبر اهل سنت ایران، حداقل بگیم در شرق ایران منطقه احناف، ایشون در یک سری از سخنرانی هایی که داشتن در نماز جمعه اشاره میکنه به استاندار جدید، نکته ای رو به صورت کلیدی مطرح میکنه، میگه آنچه از دولت جدید انتظار میرود، خب با هر با چه زبونی دیگه بگن، اگر گوش شنوا وجود داره امیدواریم آقایون بفهمه، آنچه از دولت جدید انتظار میرود اعتدال گرایی و اجرای قانون و برداشتن فضای امنیتی هست، که متاسفانه از روزی که حجت الاسلام روحانی سر کار اومده ما نه اعتدال دیدیم، نه ما اجرای قانون دیدیم، نه ما این دیدیم که فضای امنیتی به این معنا برداشته بشه، بلکه شدیدتر شده. اعدامی ها بنا به گفته خانم شیرین عبادی برنده جایزه حقوق بشر میگه بیش از دو برابر بوده در دوران آقای روحانی، که این متاسفانه تأسف بار هست و علمای اهل سنت دیگه با چه زبانی اعتراضات خودشون رو به دیگران انتقال بدن. مطلب دیگه اینجا نقل شده که در مورد مشکلات بچه های زندانی و اینکه در زاهدان تعداد زیادی از زندانی ها رو به صورت پله‌ای روزی یکی صبح به صبح دارن اعدام میکنن و بدون اینکه خانواده هاشون خبردار بشن و بدون کسی بدون اینها به کجا میروند. هر کدوم شب یکی انتخاب میشه، صبح اینو اعدام میکنن، بعد شب بعد یکی دیگه. ظاهرا بعضی از منابع خبری و حقوقی این رو تایید کردن و این چیزی جز نگرانی اهل سنت اضافه نمیکنه و امنیت با کشتار، ترور و اعدام شکل نمیگیره، امنیت با آزادی، اعتدال و برابری و عدالت شکل خواهد گرفت. امیدواریم دوستان ما متوجه این مطلب بشن. و چون خب ما وعده داده بودیم در مورد مولانا موسی کرمپور میخوایم صحبت بکنیم، فقط مختصری میگم انشالله اگر حالا امروز کافی بود کافی نبود، انشالله سعی میکنیم در هفته آینده به اون بپردازیم. مولانا موسی کرمپور که از علمای اهل سنت و از مقتولین قتل‌های زنجیره‌ای، اون هم کسی که چندین بار مورد حمله و هجوم نیروهای امنیتی قرار گرفت، چه در داخل ایران و چه در خارج ایران، تا اینکه بالاخره اینها دست بردار نبودن و ایشون رو به شهادت رسوندن. یعنی ایشون در سال 1380 طبق این تاریخی که اینجا داده، حالا به نظر من زودتر بود، حالا مجددا بعد نگاه بکنیم، ایشون وقتی که از مسجد خرقه هرات بیرون میاد، حالا صحبت ما هم امروز با مردم شریف هرات بود و مردم هرات مولانا موسی کرمپور رو خوب میشناسن، بعد از اینکه مسجد شیخ فیض مشهد به شهادت رسید ایشون ناچار شد هجرت بکنه و پناهی نداشت جز به سرزمین پاک افغانستان، ناچارن ایشون به هرات رفت و در اونجا در مسجد خرقه معمولا سخنرانی میکرد ایشون و در یکی از این سخنرانی ها بعد از اینکه از مسجد میاد بیرون روز جمعه، اینها بمب کنترل داری رو روی دوچرخه نصب کرده بودن قسمت درب خروجی مسجد و زمانی که مولانا میاد بیرون دو تا موتور سوار این کلید بمب رو میزنن و بمب منفجر میشه و ایشون به همراه 14 نفر در جلوی درب مسجد خرقه به شهادت میرسه و موتور سوار از اون فرصت استفاده میکنن و فرار میکنن. نگاه کنید مولانا موسی کرمپور سخن مشهوری داره. سخن ایشون با این مضمون هست، بعد از اینکه چندین بار ایشون مورد تهدید و ترور قرار میگیره، از ترور شخصیت ایشون گرفته تا ترور جانی ایشون، این سخن رو مطرح میکنه، میگه ما را از مرگ و تهدید نترسانید. میگه ما را نترسونید، چرا ما را با تهدید میترسونید، چرا ما را با مرگ میترسونید؟ ما افتخار میکنیم که خون خود را در دفاع از مردم اهل سنت ایران و در دفاع از مسجد شیخ فیض
تقدیم کنیم یا خون ما ریخته بشه. این سخن مولانا موسی کرمپور هست. الحمدلله خداوند ایشون رو لایق دونست و خون ایشون به همراه همراهانشون در دفاع از اهل سنت ایران و در دفاع از مسجد شیخ فیض ریخته شد و ایشون انشاءالله به اذن الله به شهادت رسیدن. ایشون حتی از همون دوران طلبگی تحت فشار بود، از سال 1360 در زمانی که در مدرسه جامعی درس میخوندش، و به همین صورت خاطراتی رو نقل میکنه در کتاب خودش به نام آخرین فریاد مسجد شیخ فیض، و سخنرانی هایی هم داره که به اعتقاد من در نوع خودش خیلی مهمه. در زمان خودش ایشون وارد کاری شد که هنوز اهل سنت این کار رو عملا صحیح انجام نداده بودن. اون هم این بود که تونست مشکلات اهل سنت رو و اهداف دشمن رو در ابعاد مختلف، حداقل در حدی که در توان خود ایشون بود، مکتوب کنه، در سخنرانی بیان بکنه، چه از برنامه‌هاشون در هفته‌های وحدت، چه در دانشگاه‌ها و مدارس، چه در برنامه‌های بسیج، چه در برنامه‌های مدارس و مساجد دینی اهل سنت. همه اینها رو این بنده خدا ذکر کرد، اینکه چگونه علمای اهل سنت رو بعضی‌ها رو فریب میدن، بعضی‌ها رو تطمیع می‌کنن، بعضی‌ها رو تهدید می‌کنن، از بعضی‌ها نقطه ضعف می‌گیرن. همه این چیزها رو این بنده خدا سعی کرد ذکر بکنه، بیان بکنه در اون کتاب خودش، و این یکی از عللی که ایشون به شهادت هم رسید رو کردن این اسراری بود که نظام امنیتی جمهوری اسلامی ایران نمیخواست این اسرار رو بشه و دوست نداشت، و این بود که اینها در صدد این در اومدن که ایشون رو به شهادت برسونن. و حتی ما قبلا در خاطرات مسجد شیخ فیض براتون نقل کردیم که این بنده خدا مولانا موسی کرمپور، این شهید به اذن الله اهل سنت، چه تلاش هایی کرد که بتونه جلوی شهادت مسجد شیخ فیض رو بگیره، در ارتباط با علما، در ارتباط با علمای جنوب، مرحوم شهید شیخ ضیایی رحمت الله علیه، و علمای استان سیستان بلوچستان، مولانا عبدالحمید، علمای استان گلستان، و حتی ایشون ارتباطاتی با سایر اهل سنت، حالا اهل سنت خراسان که بماند، که در خواف و تربت جام و تایباد و بیرجند، که اینها هم به همین صورت ارتباطات برقرار کرد. اما ایشون موفق نشد. متاسفانه بارها ایشون نقل میکنه در خاطراتش که خیلی دردآوره، که میگه من متاسفانه بارها اذیت میکردن و تهدید میکردن، و میگه وقتی که من بیاد اون تهدیدها و شکنجه ها میفتم دلم درد میگیره. ما شاید نتونیم در این برنامه، گفتم فرصتمون محدود هست، به همه این مباحث بخوایم بپردازیم. حالا من مباحث رو شاید بذارم برای هفته آینده، ولی ایشون ذکر میکنه در خاطرات خودش که چقدر سخته. یعنی نکته عجیبی رو که ایشون ذکر میکنه، میگه قسم به خدا از سال 1364 که از پاکستان برگشتم تا سال 1368 که مسئولیت امامت و خطابت مسجد شیخ فیض مشهد، اون هم بنابر پیشنهاد علما و اصرار دیگران، به من واگذار شد، من همیشه در رنج و عذاب بودم. میگه تا اینکه مسجد به شهادت رسید در سال 1372، میگه اطلاعات هفته چند بار من احضار میکرد. متاسفانه علمای اهل سنت دارن از ایران مطالبی رو میفرستن که هنوز هم برای برخی از علما و تعداد کثیری این احضارات وجود داره. میگه چشمهای منو میبستن چون سگ هار به سر من میریختن، شکنجه هایی به من میچشوندن که وقتی بیادم میفته هنوز بدنم میلرزه. ولی ایشون در حقیقت جزء اولین علما میشه گفت، حالا در خراسان ما میتونیم محسوب کنیم، کنار مولانا حسینی، کنار مولانا صفیزاده، کنار مولانا محی الدین هست، که از همون سال 64 دوران طلبگی بارها مورد اذیت و آزار قرار گرفت. حتی ایشون وقتی پاکستان رفت همینجوری تحت نظر بود، و جالبه به یه خاطره ایشون نقل میکنه، میگه آقا یک شخصی رو فرستادن، عراقی بود، به عنوان جاسوس که منو فریب بده، همراه من بود، یک شب اومد در مشهد خونه من، و صبح حتی بهش من پول دادم بره. بعد از اون مامورین اطلاعات اومدن منو گرفتن، گفتن آقا تو با یه عربی ارتباط داشتی، این عرب عراقی هستی که از ماموران ما رو کشته، و تو عملا در قتل اون شریکی. ایشون اشاره میکنه و پرده برداری میکنه از توطئه های وزارت اطلاعات برای تخریب شخصیت ها و صحبت هایی که ما در برنامه‌هامون قبلا به اینها اشاره کردیم. و مطلبی رو ایشون در وصیت‌نامه خودش ذکر میکنه، خیلی عجیبه، من این مطلب رو میگم، بعد از خوندن این مطلب با هم میان برنامه رو میبینیم. ایشون میگه اصلا ترور، قتل، جنایت، کشتار جزو اصول مذهبی حکام ایران هست. این چیزیه که شبکه کلمه سالهاست داره به این اشاره میکنه و سایر شبکه های توحیدی، که طبق آمار رسمی مجامع بین‌المللی قریب به 4000 ترور سیاسی در خارج از کشور توسط تروریست های حکام ایران صورت گرفته. حالا آمار مهم نیست، اما اون چی که اهمیت داره حقیقتا بسیاری از ترورهای بیرون از ایران توسط جمهوری اسلامی بوده.
ایشون میگه حالا اینها ثبت نشده و مسائل زیادی رو ذکر میکنه که میگه افراد با زهر کشته شدن، افراد با تصادف کشته شدن و چیزهای دیگه، حتی اشاره به ترورهایی میکنه که برای خودش برنامه ریزی کردن. آخرین سخنی رو که در وصیت نامه خودش مولانا موسی کرمپور نقل میکنه، میگه الحمدلله که در تمام عالم حتی در حق یک طفل معصوم ظلمی نکردم، مال کسی رو نخوردم، با هیچ احدی در عالم دشمنی شخصی نداشته و ندارم، و اگر هر زمان حادثه ای اتفاق بیفته که منجر به جراحت یا شهادت شد، تنها و تنها حکومت ایران مسئول بوده ولا غیر. از خداوند پاک خواهانم که خودش خانواده ام را سرپرستی کند و از من عاصی گناهکار راضی باشد. این قسمتی از وصیت‌نامه مولانا موسی کرمپور بود. البته حق اینه که خیلی بیشتر از اینها صحبت بشه. نمیدونم زمان چقدر در فرصت‌ها و جلسات بعدی به من این فرصت رو بده بتونم درباره ایشون و سایر شهدا صحبت بکنم. فعلا با هم میام برنامه که قسمتی از سخنرانی مولانا موسی کرمپور رحمت الله علیه هست گوش می‌کنیم تا بدونید چرا این علما باید شهید بشن. بعد به تلفن‌های شما ان شاءالله خواهیم پرداخت. میام برنامه رو با هم ببینیم. من صحبت دوستان من درباره هفته وحدت که امروز در ایران مطرح است و هفته گذشته من میخواستم خدمت دوستان بیایم و این مسائل رو صحبت کنم. در مسجد برادران ما، مسجد باغدشت، مسجدی بود و بار نماز جمعه نگذاشتن، اون جمعه اونجا مصروف شدم. بناهن این مطالبی رو به طور گذرا که وقت اجازه بده صحبت میکنم درباره هفته وحدت که امروز در ایران مطرح است، و بیشتر روی خطاب سخن من هم به شما برادران مسلمان من است و هم به جامعه اهل سنت و علمای اهل سنت من در ایران است. ابتدا نقدی کوتاه می کنم به سخنانی که خامنه ای در مجلسی که به عنوان وحدت تشکیل شده بود در تهران، که سفرا و علمای اهل سنت ایران و مهمانانی که از دنیا دعوت کرده بودند و به اصطلاح سفرهای کشورهای اسلامی بودند، صحبتی کرد. من نقد کوتاهی بر این صحبتش دارم. در این صحبت میگوید که محمد پیامبر خدا آن نوری بود که جهان اسلام اگر به او اقتدا کند میتواند وحدت خود را دو مرتبه به دست آورد. این حرف درستی میگوید به خاطر این که چهره محمد را در دنیا مخدوش کنند، در قرون وسطا کلیساها شروع کردند به توهین و دشنام بر رسول خدا، و در این اواخر هم عده زیادی از نویسندگان و مستشرقین چه کردند؟ اینها هم شروع کردند به نوشتن مطالبی بر علیه رسول خدا تا چهره پیامبر خدا را مخدوش کنند. من میگویم این مطلب هم صحیح و درست، اما میخواهم از تو جناب آقای خامنه ای بپرسم آیا توهین کردن نویسندگانی که فلمثل در باره معراج پیامبر نکته های ابهام می آورند، امثال جورجی زیدان و دیگران نویسنده های یهودی تبار، آیا خیانت اینها برای ریختاندن آبرو و شخصیت رسول خدا خطرناکتر است، یا خیانت هایی که شما روی منبرهای خود به زن رسول الله توهین مکرر می فرستید؟ کدام خیانت شخصیت پیامبر را مخصوصتر می کند؟ دنیا عقل دارد، وجدان دارد. شما را به خدا اگر صحبت زن یک عالمی را شما در انظار در هر مجلسی بروید مطرح کنید، آیا آبرو و حیثیت برای اون عالم می ماند؟ صحبت هر کسی را، ناموس کسی به شما هر کجا رفتید مسائلش را صحبت کنید و مور را متهم کنید، اون ناموس ضربه نمی بیند، اون مرد است که ضربه نمی بیند. همین طور است یا نیست؟ چطور که تهمت می زنی که عایشه زمسن رسول خدا استغفر الله زناکار بوده؟
در کتابها می نویسید، در منبرها می گویید، در همه کجا مطرح می کنید، اون وقت از مستشرقین گله می کنید که چهره رسول الله را مخصوص می کنید. الا لعنت الله علی الکاذبین. صحبت دیگری که می کند می گوید شخصیت محمد، تبلور نورانیت محمد خلاصه شده در امام جعفر صادق و در انقلاب ایران خلاصه شده. اسلام و شخصیت محمد در امام جعفر صادق خلاصه شده و در انقلاب ایران به طور عملی پیاده شده. میخواهم بگویم چرا به مسلمین عالم، چرا به مسلمانهای تشیع نمیگویی که امام جعفر صادق نویره ابوبکر صدیق است؟ چرا این جمله را نمیگویی که او نویره ابوبکر صدیق است و از فرزند حضرت ابوبکر محمد است، پدر بزرگ امام جعفر صادق؟ رشته های قومی بین اصحاب پیامبر را کور میکنید تا بتوانید دروغ های خود را به ذهن مردم پیاده کنید. و ثالثا محمد رحمت للعالمین است و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، برای همه عالم است. شما میدونید نخیر، محمد در تمام دوران عمر خود فقط توانست ابوذر و سلمان و مقداد و علی و حسن و حسین و بلال را هدایت کند و کل صحابه او استغفر الله بعد از او مرتد شدند. آیا این توهین ها خطرناکتر است به شخصیت پیامبر یا توهین هایی که کلیساهای مسیحی در قرون وسطی می کردند؟ و ثالثاً اگر میگویید که خلافت بلافاصل بوده و بعد از وفات پیامبر خدا، خدا و پیامبر برای خود جانشین تعیین کرد، ما میگویم نکرد. میگویم چطور امکان دارد که پیامبر خدا امت را بی سرنوشت و بی رهبر بگذارد؟ من میپرسم اگر پیامبر خدا استغفر الله معاذ الله مقصر است که بعد از خود کسی را تعیین نکرد، پس مقصرترین انسان ها امام زنان است که بدون تعیین جانشین به سای سامر را پناه برد. 12 قرن است که امت اسلام دی رهبر مانده از زمان غیبت امام زمان. امام زمان، پس چرا او را مقصر نمیدانید که برای خود جانشین تعیین نکرد و رفت خواهید شد؟ خلاصه تر کنم دوستان من، باز میگویم علمای اهل سنت ایران و برادران اهل سنت من در ایران، این حکومت منافق و درو و دروغگو کدام قدم عملی در راه وحدت شیعه و سنی و وحدت مسلمین برداشته است؟ کدام قدم عملی برداشته است؟ دوستان که در ایران بودن شاهد هستند که در ابتدا که مسئله هفته وحدت مطرح شد، کیفیت برگزاریش جالب بود. یک روز در مساجد اهل سنت برادران تشیع ما می آمدند، شرکت می کردند، علمایشان می آمدند، صحبت می کردند، صحبتهای ما رو گوش می کردند، ما صحبتهای اونا رو گوش می کردیم. یک روز هم علمای اهل سنت جامعه اهل سنت می رفتند به مساجد اهل تشیع، اونجا صحبت می کردند و گوش می کردند. کم کم ظرف 1 و 2 سال برنامه را به صورت پیاده کردند که نه تنها یک نفر از علما و شخصیت هایشان به مجالس اهل سنت نمی آمد، در مساجد خودشان که اصلا دعوت نمی کردن. چرا؟ چون می دیدن که لااقل یک عالم سنی در مسجد شیعه حرفی می زند که دروغ های این آخونده ها افشا می شود. بنابراین دیگه ما را به مساجد خود دعوت نکردن برای وحدت. و هر کجا که ما مجلس داشتیم به نام وحدت، کسانی را می فرستادن به عنوان وحدت، روی منبرهای ما می آمدند و امروز هم می آیند، ما را دشمن می دهند، معتقدات ما را زیر سوال قرار می دهند و حتی منبرهای ما را تحت نام وحدت از اختیار ما می گیرند و بر سر ما می کوبند. همینطور اگر نیست پیش خود قضاوت کنند آنهایی که بعدها این صحبت ها را در ایران خواهند شنید. و دوم، قرارشان از وحدت شناسایی اون علمایی بود که در جامعه اهل سنت دارای فکر و اندیشه بودند، شناسایی کردند، تک تک آنها را شکار کردند و امروز جامعه ما را بی چراغ گذاشتند.
و امروزه که متاسفانه بگویم دشمن فهمیده است که دیگه علمای اهل سنت و جامعه اهل سنت در ایران نیازی ندارند که به اونها از راه های فشار وارد بشن و زیر فرمان خود بیاورند. زمانی که خامنه ای می آید به منطقه تربت جام، نمی دانم این نکته را بگویم یا از شرم بدن من آب می شود، عده زیادی از علمای ما می روند دستان این منفور این دشمن ابوبکر و عمر را می بیسند. ای ابوبکر، ای ابوبکر، ای ابوبکر، ای یار قاری رسول خدا، کسانی که مدعی دوستی شدن دست دشمنان اسلامی بودند، ای عمر، ای کسی که به برکت دره تو اسلام عزت یافت، ای کسی که دیگران را اسلام عزت داد و تو اسلام را عزت دادی، کسانی که مدعی دوستی شدن دست دشمنان اسلامی بودند به خاطر 30,000 تومان، به خاطر یک پاک دیپلمات، به خاطر بسیار از چیزهای بیارزش، علمای اهل سنت شما عزت شما بیشتر از آن است که دست یک انسان پلید را بگیرید. قابل توجه بینندگان فهیم شبکه جهانی کلمه، لازم به ذکر است که این شبکه هیچ گونه مسئولیتی در قبال تماس‌های بینندگان به عهده نخواهد داشت. خدمت شما بینندگان عزیز شبکه کلمه، با هم لحظاتی رو یادآوری کردیم از خاطرات دوباره شهادت مسجد شیخ فیض محمد، از اینکه مولانا موسی کرمپور چگونه برای دفاع از حقوق اهل سنت به شهادت رسید و چگونه ایشون سختی هایی رو تحمل کرد. صحبت اون برادرمون رو هم از هرات شنیدیم که چگونه به دست و پا افتادن دشمنان توحید، دشمنان حقیقت اسلام، برای اینکه بتونن جلوی نور توحید رو بگیرن. با هم امروز منتظر هستیم بریم تلفن هاتون اگه وصل بشه انشالله در خدمتتون هستیم، صدای شریف و گرامی شما رو داشته باشیم، ببینیم شما نظراتتون رو بدین، درد دل هاتون رو بگید، اگر خاطراتی از مولانا موسی کرمپور دارید بیان بکنید، یا اگر در مورد این قطع شبکه کابلی در هرات که بحث امروزمون بود مطلبی دارید میتونید بیان بکنید، و یا در مورد مسجد شیخ فیض محمد که چگونه به شهادت رسید، و در مورد سایر مسائل حقوقی اهل سنت که بالاخره هر کدوم از شما دارای یه سری خاطرات هستید، درد دلهایی هستید، چه خوبه بتونید صداتون رو هم به ما انتقال بدید که سبب دلگرمی ما بشه و هم سایر شهروندان و هموطنان و همزبانان ما بتونن درد دلهای شما رو بشنون. خب منتظریم تا استودیو بتونه این تلفن‌ها رو وصل بکنه. اما در مورد مولانا موسی کرمپور، ببخشید دیگه حالا بحث شد، بفرمایید در خدمتتون هستم. الو، بفرمایید. الو، سلام، خسته نباشید. علیکم السلام، در خدمتتونم، بفرمایید. از شما خوبه؟ خیلی متشکر. انشالله که شبکه کلمات هر روز برید پیشرفتی داشته باشه. ممنون شما. درباره همین اهل سنت که دارید میگید، بله، الان ما توی مدرسه ها مشکلی داریم. خب قبلا مثلا یک کتابی می اومد به خاطر دانش آموزی که مثلا میخواد آقا که مثلا نماز اهل سنت توی مدرسه یاد بگیره، بله، الان دانش آموزی که الان میره مدرسه، خب میره مدرسه، الان کتاب اهل سنت ندارن. خب این یه سوالی از منه. بله، من خودم شخصا یه دختر دارم، رفته مدرسه، خب بله، بهش گفتن آقا نماز بخون، اگر نماز نخون بیا آقا نمیدونم چی، یه امتحان که بالاخره بچه داره میترسه. بله بله، خب نماز بچه 5-6 ساله نماز هر که سر وقتش میخونده،
میگه آقا معلم میگفته آقا تو نماز رو بخونی، نماز الفش صحیح رو بخونی. من دارم بهش میگم بابا تو نماز رو بخون، تو نمازی که خودت همیشه میخوندی بخون. بله. تو مرسه گفتن که آقا تو بغل چرا بغل بستی؟ بگو آقا من نماز نمیخونم، میره بخوام برم خونم نماز بخونم. عجیب عجیبه. چرا آقا چون بهش گفتن که چی؟ تو با اگر نماز نخوندی ما از نمیدونم نمرات نه چی کم میکنیم. بله. بس چه بالاخره که راست نفهم امتدهیه. بله بله. داره میترسه. بله. هم تو مدرسه هم اینجا گذاشتن که یعنی ایک طور بکنن. روزی ده تومن میگه آقا پول بیار. پس فرزاش میگه 30,000 تومن پول بیار. گفتم این چه حساب کتابی؟ خب 30,000 تومن اصلا حقوق معلم کنن شما میخواید بیدید دیگه. متاسفانه متاسفانه. خیلی متشکر برادر عزیز. دوستان دیگه پشت خط هستن. امری دیگه داشته باشید؟ چشم. آقا دست کنه خداحافظ. خواهش میکنم. شما هم همچنین. بله بفرمایین. بله بفرمایین. بفرمایین در خدمتون هستم. صداتون واضح نیست. اگر خب میخواید توهینی هم بکنید با صدای واضح توهین کنید تا همه بشنون. بله بفرمایید. علیکم السلام. علیکم. علیکم السلام. بفرمایید. خسرم باشید استاد. خیلی متشکر. در خدمتون هستم. استاد الان مطالب آقای مولوی کریمپور. کریمپور. کرمپور. مولوی کرمپور. بله. موسا کرمپور. بله. کرمپور. بله. از سلام که حضرت امام خامنه ای به حضرت عایشه و علمای شیعه اهانت کردن برادر عزیزم. بله. شما اگر این مطالب عرض می‌کنی این آقای آلوسی در کتاب خودش میارن که در تمامی اجازه نه اجازه میدید من صحبتتون رو قطع بکنم برادر عزیز؟ اجازه بدید من صحبتتون ناچارم قطع کنم. اجازه بدید ما اینجا برادر گل من، ما اینجا بحث حقوقی اهل سنت رو داریم و بحث مقایسه آیت الله خامنه ای با علامه آلوسی نیست. اما اون چیزی که شما دارید میگید، خود من یکی از خاطرات تلخ زندگیم برای اینی که آیت الله خامنه ای در تابستان 1363 به امهات المؤمنین و خلفای راشدین در نماز جمعه تهران توهین کرد و من به عنوان یک معلم جوان در اون زمان نامه‌ای نوشتم به نمایندگان اهل سنت که خدا انشالله همشون هدایت بکنه که آقا پیگیری کنید و رئیس جمهور رو در مجلس استهزا کنید به خاطر این توهین. و حتی در یک جلسه من این رو مطرح کردم از جلسات حکومتی و سالها رنج کشیدم. 3 سال تبعید دیدم، 3 سال ممنوع تدریس بودم و رنج‌های متعدد. ما بحثمون بحث حقوقی هست. حتی در اینجا ما جایز نمیشمریم که شما به شهروندان بهایی کسی توهین بکنه، به شهروندان پارسایی توهین بکنه یا سایر شهروندهای دیگه ما. اینجا بحث عقیدتی شما اگر دارید در مورد علامه آلوسی یا سایر علما میتونید به بخش‌های فکری تماس بگیرید، اونا بهتون جواب میدن. اگه صحبتی در بحث حقوقی دارید بنده در خدمتتونم. درست فهم؟ نه منظور من استاد این بود که از بیان صحبت که الان شیخ همین شیخی که از منشأ تماس گرفتن من رو گفتم که آیه آلوسی تو تفسیر قرآن میگه که هیچ کدام از علمای شیعه نسبت زنا به ام المؤمنین عایشه ندادن. این مطلب رو تو جلد بله بله بله, بله. ما هم نظرمون اینه. نه لازم نیست آدرس بدید برادر من. بله بحث فقهی گفتید. ما هم نظرمون اینه، کسی که اهل علمه، کسی که اهل خرده، هرگز به امهات المؤمنین توهین نخواهد کرد، چرا که این توهین حقیقتش اینه که فرد رو به کفر میرسونه و دایره ایمان خارج میکنه. دست شما درد نکنه. امر فرمایشی دیگه داشته باشی در خدمتتونم. جناب استاد مطلب دیگه هم که از این بیان هچه علمای شیعه چه بزرگان شیعه چه بزرگان اهل سنت از بیان اینجور مطالب اینجور سخنان بجز این که دشمنی و بجز این که جنگ‌های فرقه‌ای پیش بیاد چیزی؟ بله بله. من میتونم اسمتون رو بپرسم برادر عزیز؟ اسمتون رو چون میخوام با اسم خطابتون بکنم. آقا عبدالله گل من، حق با شماست. ما هم راضی نیستیم اما متاسفانه ما مظلوم واقع شدیم.
یعنی اون چیزی که امروز ما داریم در این برنامه هامون میگیم، باور کنید سالهاست احدی نگفته و اهل سنت ایران دندون رو جگر گذاشته بوده. ما هرگز راضی نیستیم که خدایی نکرده جنگ فرقه‌ای رخ بده. ببخشید مثل که قطع شده. بله بفرمایین. سلام استاد هرادی. سلام بر شما، در خدمتتون هستم، بفرمایید. شب شما بخیر. شب نو استاد. بله بله، در شب شما هم بخیر باشه، بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و تمام زحمتکشان شبکه کلمه طیبه. ممنون شما، خیلی متشکرم. مطلبی که می‌خوام عرض کنم درباره این منادیان اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و سلم. بله. تا ببینیم که این آخوندها بهترین توششون هنگام سفر چیه؟ تقوا یا چیزای دیگه؟ بله. یکی از فامیلان خانم یه سفری داشت برای شهر قشم، با یکی از اتوبوس های شهر کرمانشاه راهی این سفر شد. بله. بعد در اثنای این سفر راهی اتوبوس انواع نوارها میذاشت، کردی، فارسی، اسلامی، همه نوعی میذاشت واسه برای مسافرها. بله. یا آخون که با ما هم سفر بود با این راهی اتوبوس درگی میشه که چرا شما هنگای مفتزل میزن، این حرفا دیگه، اینا استادن تو این حرفا. بله. این خلاف شرع اسلام و اینجور حرفا زیاد میزن. رادم به آخونده گفت آقای اتوبوس مال همه است، من نمیتون به خاطر شما فقط یه نواری که مخصوص شما بذارم. بعد آخونده گفت پلیس راه بعدی حتما ازش شکایت میکنم. خب به پلیس راه که رسیدن آخونده با چند مأمور نیروی انتظامی اومد تا راننده اتوبوس رو بیرون ببره. عجب. راد اتوبوس گفت یکم صبر کنی، یه چیزی توی اتوبوس جا گذاشتم، بعد منو حجر میخوایم ببری ببری. نزدیک آخونده کرجی یه دونه سیلی ماخب دو گوشه این آخونده زد. عجب. امامش افتاد. عجب عجب. امامش که افتاد با افتادن امام آخونده آبروش هم رد. البته استاد من به خاطر امامه. بله بله. به خاطر مواد مخدری که تو امامه جادازی کرده بود. بله بله بله. خاطره جالبی مشابه این رو ما زیاد داشتیم تو ایران. مواد مخدر که آسازی کرده بود. بعد آخونده به جایی که دراده بازداش کنه چیز کنه آخونده بازداش کرد. بله بله الحمدلله که خداوند. بله سرمانه به این آقا میگه شما کجایی هستی؟ گفت کردستانی. گفت میدونستم که چنین کاری و قدرت این کردها بردیه. خب انشالله که موفق باشید. خاطره خوشی رو گفتید. تو شهر ما نازایی سرطان انواع معلولیت خیلی زیاده. بله 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 این مسئله گفتید که یکی از مشکلات جامعه اهل سنت ایران هست، یعنی باید یعنی در برنامه های متعدد بهش پرداخته بشه متاسفانه. خیلی ممنون بازم واقعا محبت کردید که بینندگان ما رو کمی خوشحال کردید. شما هم همچنین خیلی متشکرم. خدا شب شما هم بخیر باشه. این بیننده ما به نکته عجیبی اشاره کرد. متاسفانه مشابه این موارد رو ما زیاد داشتیم. برخی از این مأمورین نیروی انتظامی و سپاه بچه های صادقی هستند، از این نمونه ها زیاد گرفتن. بله بفرمایین. سلام علیکم. علیکم السلام، بفرمایین. آقای عراری. خیلی متشکر. میتونم اسم شما؟ عراری من 55 سالمه. بله. عرضم حضور شما دو ساله با کانال شما آشنا شدم. بله. توی دو سالو اسلام رو شناختم. الحمدلله. خودم رو شناختم. الحمدلله. توی دو سال عرضم حضور شما موحد شدم و شکر خدا رو میکنم که با کانال شما آشنا شدم و به این نتیجه رسیدم. الحمدلله الحمدلله. از کجا نتیجه رسیدم که عرضم حضور شما مسلمان واقعی شدم. از کجا تماس میگیری برادر؟ از شیراز. خدا حفظت کنه. میتونی یه اسم مستعار از خودت به ما بدی یا نه؟ اسم مستعار علی. بله علی آقای گل من، خدا حفظتون کنه. میخوام پیامی اگر دارید برای سایر شهروندان ایران، به ویژه اونهایی که از این نعمت توحید بهره مند نشدن، پیامی اگه دارید بگید تا دوستان بشنون پیام شما رو و اینکه چگونه به راه حقیقت توحید انشالله راه پیدا بکنن. عرضم بزرگ شما اینا با تماشا کردن کانال شما میتونن به این نتیجه برسن. بله بله انشالله انشالله. با تماشا کردن کانال شما را دوم وجود نداره، چون اینجا چیزی برای ما نمیگن. بله خیلی متشکر از محبتتون علی آقا، شما و مردمان پاک شیراز انشالله. آقا موفق باشین همه استادا. شما هم همچنین خیلی متشکر، خدا حافظ شما. بله این برادرمون علی آقا از شیراز اشاره خوبی کردن، یعنی نعمت توحید
نعمت بندگی در برابر الله نعمتیه که با هیچ چیز دیگه نمیشه مقایسش کرد. بله بفرمایید. سلام خسته باشید. خیلی متشکر. علیکم السلام. بفرمایید. آقا در اسلام در قرآن حمله به خونه کسی هست یا نه؟ شما اجازه بدید اولا خودتون رو معرفی کنید بعد بگید از کدوم شهر هستید. از تبریز. از تبریز. اسم شریفتون؟ ابوالفضل. آقا ابوالفضل نگاه کنید، من در اینجا بحث من بحث حقوقی اهل سنت هست. حمله به خونه هر کسی، حمله به حریم هر کسی، حمله به مال هر کسی، ناموس هر کسی، جان هر کسی از نظر شرعی پذیرفته نیست. بگید شما چی میخواید بگید، واضح بگید، من در خدمتتونم. بله بفرمایید، در خدمتتونم. من بحث عمر حمله کرد زن و معرفتی مردم به اسارت گرفت. کیا رو به اسارت گرفت؟ به اسارت گرفت همشو برد، گردنشو زنجیرن و برد فروخته این و اون به عربا و اینا. چند سالتونه آقای ابوالفضل جان؟ شما عمرتون چند ساله؟ بله چند سال عمرتون چند سال هست؟ 50. 50 سال. چقدر تحصیلات داری برادر گل من؟ من حدوداً یک کاردانی خوندم. تو امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه رو که دوست داری، قبول هم داری ایشون رو، درسته؟ حسنش هم و حسینش هم اومدن مازندران، اینا مردم رو کشتن و پس تو با اسلام میخوای مشکل داری؟ یعنی اینا به نام اسلام این کار کردن؟ بله بله از اون ور مردم رو به اسارت میگیریم. بله بله. خب شما نیازه آقا ابوالفضل، نیازه که انشالله آقا ابوالفضل، من متوجه منظور شما شدم. خیلی آقا ابوالفضل، آقا ابوالفضل اجازه بده یه لحظه. برادر گل من، هموطن عزیز من، اجازه بده ایمیل شبکه کلمه رو مینویسن پایین برنامه، شما میتونید از طریق ایمیل با من تماس بگیرید، انشالله با هم صحبت میکنیم. یا کنید، چون الان ما بحثمون حقوقی اهل سنته، نه بحثمون در مورد تاریخ، نه در مورد جنگ های مسلمانان هست. و نه من حسم میکنم شما چی میگید، این تنها به شما ختم نمیشه. در ایران به خاطر رفتارهای بد جمهوری اسلامی، به خاطر عدم عدالت، به خاطر چپاول اموال مردم، به خاطر فضای بد سیاسی، زندانها، تحقیر، تهدید، متاسفانه بسیاری از مردم به این سمت گرایش پیدا کردن که بد تشخیص دادن. انشاءالله برادر گلمون آقا ابوالفضل از تبریز با من از اینترنتی تماس بگیرن، بتونیم در خدمتشون باشیم، با هم بیشتر صحبت کنیم. بله بفرمایید. بله بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. سلام بر شما، شما هم همچنین. شبتون بخیر باشه انشالله. شب شما هم همینجوری، در خدمتون هستم. خواستم هستم که به نظرم همه اهل سنت قبول دارن در ایران که موضوع عقایدی که در شبکه کلمه گفته میشه عقاید اهل سنت ایران نیست. واقع اینه، هم واقعیت خب. هم خودتون. خب تا اینجا فرمودید شما. نه اجازه بدید برادر من، من حرفتون رو میخوام قطع نمی کنم، بهتون وقت میدم. شما در مورد اهل سنت، شما کجا زندگی میکنید؟ من تهران زندگی میکنم. تهران زندگی میکنید. آیا شما در مورد جمعیت اهل سنت ایران میتونید بگید ما چقدر جمعیت داریم در ایران؟ شما به عنوان یه سنی اگه واقعا اهل سنت ایران هستی شما این آمار رو میدونید؟ خب من نه، نگاه کنید از شما الان چون سوال کردید، شما گفتید اهل سنت ایران شبکه کلمه و سایر شبکه های توحیدی رو شبکه اهل سنت نمیدونن. من میخوام ببینم تعبیر شما از اهل سنت چیه. اجازه بده برادر من، بعد وقت میدم قشنگ صحبت بکنی. آیا کسی بیاد به خلفای راشدین توهین بکنه، کسی بیاد به امهات المؤمنین توهین بکنه، کسی بیاد قرآن رو تحریف بکنه، آیا این شخص به اهل سنت توهین کرده یا به شبکه های توحیدی؟ من یکی به شخصه که الان اینجا نشستم در خدمت شما اگه هستم، اگر به من بگن آقا در ایران، گوش کن برادر گل من، بگن آقا توهین نمیشه، کسی به مقدسات تو کار نداره، خب ما هم کاری نخواهیم داشت. اون چیزی که ما رو اهل سنت رو نگران کرده در ایران، اولا شما در تهران، ما 1 میلیون، من خودم بچه تهرانم، اگرچه اصالتا تهرانی نیستم، متولد تهران، بزرگ شده تهرانم، میخوای برات از نظام آباد بگیرم تا فرهنداد بگیرم تا جاهای دیگه،
ولی چرا 1 میلیون اهل سنت ایران مثل که صدا قطع شده؟ چرا 1 میلیون اهل سنت تهران مسجد ندارن؟ پس صدای اهل سنت کجاست؟ چرا از بین 50 شبکه ملی در ایران اهل سنت حتی یه دونه از این شبکه ها رو ندارن؟ اگر ما صدای اهل سنت نیستیم، بله حق با شماست، اما کجا صدای اهل سنت؟ صدای اهل سنت رو شما از کجا میخواید بشنوید؟ آیا اهل سنت در ایران روزنامه داره؟ آیا اهل سنت در ایران مجله داره؟ آیا اهل سنت در ایران تریبونی داره؟ تلویزیونی داره؟ چی داره اهل سنت که شما بخواید صدای اهل سنت یا عقاید اهل سنت رو آگاه بشید؟ متاسفانه کسانی مینشینن، حرف میزنن و هرچه دلشون میخواد میگن. اهل سنت بیچاره چی داره بگه به شما؟ از تمام مواهب اصلی این نظام محروم شده. نه در سیستم امنیتی اهل سنت جا داره، نه در سیستم نظامی و انتظامی جا داره، نه در وزارت کشور اهل سنت جا داره، نه در سایر قسمت‌های اساسی، نه وزارت امور خارجه، در هیچ کجا از اینجا اهل سنت جایی ندارن با مشکلات متعدد. الان خب تلفن هم وصل نکنن برادران ما، من به چند مسئله میخوام اشاره بکنم. خب ببینید اهل سنت هیچ جا جایی نداره. ببخشید. بله بفرمایید. بله بفرمایید. برادران سعی کنند اگر تلفن ضروری هست بس کنن، ضروری نیست بس نکنن تا در مورد چند مسئله ما توضیح بدیم. ماجرا اینه، الان برادری که میگه آقا صدای شما صدای اهل سنت نیست، صدای اهل سنت کجاست؟ به ما نشون بدید. خانه اهل سنت کجاست؟ صدای اهل سنت کجاست؟ مسجد اهل سنت در تهران کجاست؟ شما از کجا میتونید متوجه بشید که اهل سنت نظرش در مورد قرآن چیه، در توحید چیه، در مورد نبوت چیه، در مورد سایر مسائل اعتقادی اهل سنت چه نظری دارن؟ با حرف نمیشه. ببینید برادر ما نقل میکنه در مدرسه، بچه من رفته مدرسه کتاب ویژه اهل سنت، این دیگه نیست. یک زمانی این کتاب رو به صورت سمپل ما میگیم مثلا نمونه همینجوری آورده بودن سرکاری تو مدارس توضیح میکردن، بعضی مناطق که باز اهل سنت بیدار و آگاه تر بود با فشار و این ور اون ور میتونستن بچه های اهل سنت رو زیر نظر معلمین آموزش پرورش اهل سنت آموزش بدن. اما الان با گذر زمان دیگه چندین ساله همین کتابی که به صورت علکی هم تدوین شده در چند صفحه کوچیک، ببینید کتاب بینش دینی برادران اهل تشیع 150 صفحه 200 صفحه، یک کتاب 10 15 صفحه‌ای برای اهل تسنن میذارن، اون 15 سفرم برای مثلا میگن آقا یه قسمت کوچیکش مال کلاس سوم، دوم، سوم، چهارم، پنجم، حالا که نظام هم تغییر کرده جدید اومده. بعد مثلا در راهنمایی همینجوری به یه کتاب کوچیک در 3 قسمت، یه قسمت سال اول، قسمت سال دوم، قسمت سال سوم، و در دبیرستان هم ما همین وضعیت رو شاهدش هستیم متاسفانه. بعد همین رو هم میان برمی‌دارن یا موارد دیگه‌ای که در مورد اهل سنت پیش میاد. امیدوارم این شهروند من، سایر شهروندان ما، اصلا ما مطرح نیست که این صدای ما هست یا صدای ما نیست، اما کی این ظلمی رو که به اهل سنت رفته میخواد پاسخ بده؟ آیا میشه چشمها رو بست؟ آیا میشه گوشها رو بست؟ امروز دیگه زمانی نیست که بشه جلوی این ارتباطات رو گرفت. صداها و فریادها به همه جا میرسه. اگر خاری به پای کسی فرو بره دیگه امروز همه آگاه میشن و هر روز که میگذره سیستم‌های ارتباطی قوی‌تر و قدرتمندتر خواهند شد. بله بفرمایید. سلام علیکم آقا الهی، حال شما؟ علیکم السلام، بفرمایید، در خدمت شما هستم آقا. زنده باشین. سلام خدمت شما و بیننده های عزیز شما. چون در رابطه با مولوی سید موسی کرمپور صحبت کردید امشب، یک خاطراتی از ایشون در ذهن داشتم. گفتم اولا یک شعری بعد از اینکه مسجد شیخ ویل رو خراب کردن و اومدن به شهر هرات، ایشون یک شعری سرودن. چون خودش یک کمی تب شعر داشتم، خواستم اولا همین شعر رو خدمت شما عرض کنم. بعد یکی از نصیحت‌های جناب مولوی موسی و یک خاطراتی که داشتیم خدمت شما هست. بله بفرمایید، به گوش هستیم. فقط فرصت ما 5 6 دقیقه بیشتر نیست، سعی کنید زودتر بگید مطلب رو. چشم. اولین شعری که ایشون سرودن فرمودن که منم، من حامل درد و غم و رنجم، ز ایرانم، خدا داند گناه من، مسلمانم، مسلمانم، هزاران مسجد و منبر بدل گشته ز خاکستر، سیوغ دشمن کافر به دنیا چشم گریانم، خدایا خود به روز آور شب تاریک مایان را، رها کن از ستم یارب تو خاک پاک ایرانم، پر از بلاله ها کن دامنم را روز آزادی، که با اشکان چشمانم کنم تقدیم یارانم. یکی از شعرهای جناب مولوی سید موسی بود
بله خیلی ممنون. مسجد شیخ فیض رو ایشون وقتی که مسجد شیخ فیض رو شهید کردن و ایشون هجرت کردن از دار هجرت با یکی از روشنفکرهای شیعه یک روزی نشسته بودیم، ایشون سوال کرد که شما چرا مسجد رو خراب کردین، چرا علمای ما رو شهید کنین؟ ایشون در جواب فرمود که ما عقیدمون بر این مبناست که حسین رو یزید کشته، حسن رو معاویه، فاطمه رو ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهم اجمعین، کل ائمه ما رو شما و حکامتون کشتن، و اگر امروز با مسجدتون رو خراب نکنیم، علماتون رو شهید نکنیم، مدارس شما رو نبندیم، ما فردای قیامت جواب علی و نقی و تقی و رضا علیهم السلام رو چی بدیم؟ ایشون من یک خاطره ای هست از خاطرات جناب مولوی سید موسی که ایشون ارزم بودوس با در مجلس حضور داشتیم، از یکی از علما سوال کردن که شما چرا اینقدر ما را میگوشین؟ ایشون در جواب فرمودن که شما دشمنان اهل بیت هستید. انا لله و انا الیه راجعون. در تمام مسائلی که ما و شما از ابتدا که بعضی از علما میگن ما در فروع با اینها اختلاف داریم، اگر شما نگاه کنین کتاب های اینها را بخونید که از زمان حضرت آدم کلمه ما به دو جز بوده، لا اله الا الله آدم تقی الله صاب لا اله الا الله محمد رسول الله، ولی کن کلمه اینها پنج جز هست، لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله خمینی روح الله حجت الله علی خلقه. همونطور که میدارید نماز اینها با نماز ما فرق میکنه، وضوی اینها با وضوی ما فرق میکنه، اذان اینها با اذان ما فرق میکنه، نکاحی اینها که نکاح موقت دارن من تبت امر رسن کان درجت و که درجت حسین گره آخر با ما فرق داره، تعدیه اینها تو خودشون رو میزنن، من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعاو دعاو الجاهلیه اینها فلیس مننا، اینا در تمام چیز با ما اختلاف داره، تنها یکی در مسائل مسجد و اینها نیست. الله جل جلاله به ما شما توفیق بده و تمام مردم و بیننده های عزیز که دشمنان واقعی اسلام و مسلمین رو بشناسن. فقط همین دوباره باز همین شعر رو خدمت شما عرض می کنم، شعر جناب مولوی سید موسی که خاطرهش بیان برادران و مسلمان های شهر هرات مخصوصا، که این برادران مردم در واقع کسایی هستن که از مهمان ها و مهاجرین اهل سنت تریشت پذیرایی کردن، منم من حامل درد و غم و رنجم ذکیرانم، خدا داند گناه من، مسلمانم هزاران مسجد و منبر بدل گشته ز خاکستر، ز یوغ دشمن کافر به دنیا چشم گریانم، خدایا خود به روز آور، این دعای مرید موسی بود، خدایا خود به روز آور شب تاریک مایان را، رها کن از ستم یارب تو خاک پاک ایرانم. جزاکم الله خیر و تشکر. خیلی متشکر برادر، خدا خیرتون بده، واقعا محبت کردی، دستتون درد نکنه، در پناه عزت الهی باشید. امیدواریم که انشالله در این برنامه های بعدی ما هم سایر برادران اهل سنت تماس بگیرن و خاطراتی رو از این شهدای به اذن الله اهل سنت بگن، شهیدانی که واقعا غریب و مظلومانه مردن. وقت ما در حال پایان هست، کم کم فقط یکی دو مطلب رو که این دوستمون گفت، مثلا گفت آقا ما اهل سنت رو قاتلان اهل بیت میدونن، متاسفانه این رو خود من حتی از قاضی دادگاه انقلاب شنیدم و رو به من کرد و به ما گفته بودن آقا حرف نزن، متاسفانه چی بگی، و مشکلات دیگه‌ای رو که سایر برادران نقل کردن، اینها همه مصیبت ها هست. بحث نازایی در مناطق اهل سنت به عنوان یک بحث جدی هست، چه توسط داروهای وزارت بهداشت که پخش شده، چه توسط این دستگاه‌های پارازیت پخش کن و ایجاد مزاحمت کردن بین مردم، و چه در توسط مواد غذایی که به صورت کوپنی پخش میشه. اینها چیزهایی هست که باید بررسی بشه، چون به شدت ما این رو مشاهده کردیم در بلوچستان، کردستان، استان خراسان. حالا خراسان کمتر هست، بیشتر مناطقی که مثل بلوچستان و کردستان هست ما شاهد این موارد بودیم و هستیم. برنامه رو ما رو به پایان، همه شما رو به الله رب العالمین میسپارم، امیدوارم که انشالله سربلند باشید، موفق باشید، توحید و بندگی نصیب همه ما بشه، در آخرت انشالله پیش پروردگار وقتی میریم شرمنده نباشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. آمین.